با عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، امروز گروه 5 به علاوه 1 در بروکسل دارن در مورد پرونده اتمی، پرونده خسته کننده و کسالاور اتمی حکومت اسلامی گفتگو میکنن. قبل از اینکه این جلسه تشکیل شود، نماینده روسیه در این اجلاس به تهران سفر کرد و تا آخرین نظرات حکومت اسلامی را جویا شود، آخرین پیشنهادات آنها را بفهمد. چون دو بار پی در پی این خود حکومت اسلامی بود که تقاضا کرده است بنشینند و بر سر پرونده مذاکره کنند، چرا که اوضاع تحریم ها به مرز خطرناکی برای مردم ایران رسیده است، نه سران حکومت. زمزمه ها بر این بود که دولت آمریکا اساسا نمیداند که در حکومت اسلامی اختیار در دست کیست، با چه کسی باید کنار بیاید، اگر قرار است معامله ای پشت پرده انجام گیرد با چه کسی باید معامله کند. برای اینکه گروه ها به قدری متعدد و مختلف بودند که نمیشد که به نماینده یک گروه اعتماد کرد. مثلا اگر گفت ما غنی سازی اورانیوم را متوقف میکنیم، به واقع حکومت اسلامی آن قدرت را دارد که متوقف کنند و قدرت های دیگری از گوشه و کنار، مثلا سپاه پاسداران، مخالفت نمی کنند. در این جریان آقای خامنه ای خواست یک مانوری بدهد، خواست به دولت آمریکا بفهماند که در ایران اختیار در دست خامنه ای است و جز خامنه ای هیچ کس اختیاردار نیست. دولت های غربی هنوز هم بعد از 33 سال تصورشان بر این بود که این گروه های مختلفی که در داخل ایران سر کول هم میزنند و این اوضاع آشفته را به وجود آوردند، مربوط و منوط به این می شود که مثلا قوه مقننه قدرت خاص خود را دارد، قوه قضاییه مستقل از آقای خامنه ای و دولت عمل می کند. یک شما و نمای دور از واقعیتی در اذهان عمومی گردانندگان اروپا و آمریکا بود. آقای خامنه ای یک بازی درخشان انجام داد، درخشان از نظر خودش. هنگامی که همه نگاه ها متوجه این بود، چه نگاه های داخلی و چه نگاه های خارجی، که امروز و فردا است که آقای احمدی نژاد را به مجلس فرا بخوانند و او را بابت مسائل متعددی که در کشور مطرح است استیضاء کنند. آقای احمدی نژاد هم دائم عرض کنم که میگفت من در مجلس حاضر میشوم و ناگفتنی ها را میگویم. همه منتظر این استیضا بودن، پس همه منتظر بودن که آقای احمدی نژاد برود اونجا و مسائل پشت پرده را فاش کند، یعنی چوب آخر را به حکومت اسلامی بزند و یا احتمالاً میخ آخر را به تابوت حکومت اسلامی بکوبد. اما در یک لحظه، درست در آغاز نشست امروز بروکسل، آقای خامنه ای با اشاره به مجلس مسئله استیضاء آقای احمدی نژاد را خاموش کرد. مجلس اعلام کرد که بنا به دستور رهبر ما قضیه استیضاء آقای احمدی نژاد را عقب بیاندازیم. حالا ببینید چند قضیه دارد. اول اینکه وقتی میگویند یک حکومتی حکومت خودکامه است، که بارها خدمتتون عرض کردم حکومت خودکامه با حکومت استبدادی تفاوت‌های فراوان دارد و در تمام این سالها مدام ما از استبداد حرف زدیم، بیان که بشکافیم و باز کنیم که حکومت خودکامه چه تفاوتی با حکومت‌های استبدادی دارد.
آقای خامنه‌ای با این اشاره نشان داد که حکومت خودکامه‌ای بر مردم ایران حکم فرمایی می‌کند. قوه مقننه یعنی نمایندگان مردم در مجلس نیستند. اگر نمایندگان مردم در مجلس بودند و این مجلس بود که تصمیم می‌گرفت، نمی‌شد که با یک اشاره آقای خامنه‌ای استیضا را پس بگیرند و به کل بر آن سرپوش بگذارند. اما مسئله این نبود در واقع، چون در ایران کسی نیست که این را نداند. در ایران کسی نیست که نداند کسانی که در مجلس نشستند نمایندگان واقعی مردم نیستند، افرادی هستند که با زد و بند با سپاه پاسداران، با احمدی نژاد، با خامنه ای و خلاصه کسانی که در حلقه قدرت هستند به مجلس راه پیدا کردند، بیان که یک کلام از مسئله قانون، مسئله اجتماع و مسئله فرهنگ بومی و هزار مسئله دیگر حتی یک سطر خوانده باشند، حتی اندک اطلاعی داشته باشند. به باور من حتی همان قانون اساسی حکومت اسلامی را نیز نخوانده‌اند. کما اینکه وقتی با این نمایندگان مجلس مصاحبه می‌کنند، بعضی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شیطان اما وطن پرست در داخل کشور، اینها چنان پاسخ‌هایی می‌دهند و به چنان رسوایی خود را و مجلس را می‌رسانند که تا مدت‌ها سوژه گفتگو و خنده مردم ایران می‌شود. پس اینها نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم در مجلس نیستند. آدم‌هایی هستند که انتخاب کردند، یک پولی بهشون می‌دهند که یک نمایشی بدهند که در ایران قانون برقرار است، در حالی که همگان می‌دانید در ایران هیچ قانونی برقرار نیست. پس آقای خامنه‌ای با این اشاره به حکومت آمریکا در آستانه اجلاس بروکسل این پیام را داد که در ایران یک تصمیم گیرنده وجود دارد و آن هم منم، و بقیه همه نقش عروسک‌های خیمه شب بازی را دارند که من سر نخ عروسک‌ها را در دست دارم. اگر می‌خواهید مذاکره کنید با من باید مذاکره کنید، اگر می‌خواهید معامله کنید با من باید معامله کنید. اینکه سپاه پاسداران قدرت دارد، مجلس قدرت دارد، مردم قدرت دارد، این حرف‌ها در ایران معنا و مفهومی ندارد. در ایران یک نفر قدرت دارد و اون هم کسی است که خود را جانشین امام زمان می‌داند، نماینده امام زمان می‌داند، در قیمت امامی که از بیخ و بن وجود خارجی نداشته است بنا به مستندات تاریخی. حال هم آقای تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان، هم وزیر امور خارجه فرانسه، وزیر امور خارجه جدیدش، اعلام می‌کنند که تمام این ماجراهایی که بین حماس و اسرائیل می‌گذرد، آتش بیارش حکومت اسلامی است. و وسیع‌تر از این می‌روند و می‌گویند تا حکومت اسلامی برقرار است، منطقه خاورمیانه روی آرامش نخواهد دید. و دلایل آن روشن است. اتفاقا حماس از گروه‌هایی است که مورد لطف اسرائیل قرار دارد. از میان گروه‌های متعددی که در نوار غزه هستند، حماس بیشتر از همه به اسرائیل نزدیک است و سردمداران حکومت اسرائیل راحت‌تر می‌توانند با حماس معامله کنند، چرا که اولا حماس پشت به حکومت اسلامی کرده است، در ثانی معقول‌تر رفتار می‌کنند و در ثالث با محمود عباس همکاری بیشتری دارند برای برقراری یک صلح میان دو ملت، یک صلحی که تو هم با آرامش باشد و دو طرف بتوانند از فضای صلح و دوستی بهره بگیرند. اما حکومت اسلامی است که نمیگذارد. حکومت اسلامی موشک ها را در اختیار جهاد اسلامی گذاشت.
جهاد اسلامی که در نوار غزه قدرتی تقریبا معادل قدرت حماس دارد. حماس رسمی است، جهاد اسلامی غیر رسمی. و موشکهایی که به طرف اسرائیل پرتاب میشد از جانب جهاد اسلامی به نمایندگی از جانب خامنه ای و حکومت اسلامی به طرف اسرائیل پرتاب میگشت. به همین دلیل است که حماس سرگردان مانده است، هم میخواهد با اسرائیل کنار بیاید، هم ناگزیر است در برابر مردم بگوید که ما در هر حال با اسرائیل در حال جنگیم، در حالی که به واقعیت این است که حماس وارد جنگ نیست و جهاد اسلامی است. به همین دلیل است که حماس میکوشد رهبر جهاد اسلامی رو به نحو و نوعی راضی و قانع کند که شرایط زمانه دیگر شرایطی نیست که ما بتوانیم به اشاره حکومت اسلامی موشک پرانی کنیم. حکومت اسلامی دارد روزهای پایانی عمر خود را می‌گذراند و ما نباید آیندمان را در قمار بر سر اسبی که می‌لنگد و نزدیک به مردن است شرط بندی کنیم. با چنین شرایطی که در صحنه بین‌المللی مطرح است، در داخل کشور شما خیال می‌کنید که چه می‌گذرد. 400 میلیارد تومان، 400 میلیارد تومان اختصاص دادن که 70 تا مسجد جدید در تهران بسازن. هیچ کس هم نمیپرسد که این همه امامزاده که میدونید در طول 33 سال گذشته بیشتر از 30-40 هزار امامزاده ساختن، اینها از امامزاده هایی که در گوشه و کنار بر سر جاده ها در رهگذرها ساختن تا امامزاده های سیار که میگردانند و مردم نادان، مردم به خواب رفته با این امامزاده های سیار نظم میکنند و پول میدند و چه میکنند. نمیپرسد که این اسلام را اگر آنگونه که شما میگویید درست، این همه امامزاده در ایران از کجا ثبت میشود؟ شما چجوری کشف میکنید که کنار این جاده امامزاده ای دفن است که بلافاصله می روید بر سرش گنبد و بارگاه می سازید، در حالی که رسماً و علناً اعلام می شود که بیمارستان های ایران دیگر داروی بیهوشی برای موارد جراحی ندارند. داروهایی که در بیمارستان ها به بیماران بینوا می دهند تاریخ مصرف آنها گذشته است. این یک صحنه است. صحنه دیگه یک دفعه اعلام میکنن که 500 یادداشت کردم 500 هزار تن قیر گم شده است. اشتباه نشنیدید، قیر، قیری که خیابان را اسمالت میکنن. وقتی که ارز گم میشود آن هم در آن رقم های نجومی، میفهمیم داستان چیست. وقتی میگن این رقم نجومی از درآمد نفت به صندوق دولت واریز نشده است، این را میفهمیم. وقتی میگوین ناگهان چند میلیارد به سرقت رفته است، این را میفهمیم. اما تا کنون شنیده بودید در یک مملکتی که نام اسلامی هم بر خودش دارد و معتقد است قوانین اسلامی را در آن کشور اعمال میکند 500 هزار تن قیر گم بشود، میروید دنبالش، حیرت میکنید. وقتی که میرید ببینید چگونه میشود این قیر کجا گم شده است، برای چی قیر گم شده است، آن هم در رقم حیرت انگیز 500 هزار تن، میبینید که دولت نتوانسته است با این کسانی که قرارداد بسته به قول خودش برای عمران آبادی مثلا جاده‌ای بکشد، مثلا همین مسجدی بسازد، مثلا یک جایی رو یک کاری بکند، به اینها بدهکار است و پول ندارد به این شرکت‌های پیمانکار بدهد. در نتیجه آمده است با کارخانجاتی که قیر می‌سازند قرارداد بسته است که ما نفت خام مجانی به شما میدهیم، شما قیر را بسازید، در عوض قیر را مجانی به دولت بدهید. خوب دقت کنید، اصلا ماجرا رو نگاه کنید.
ببینید یک حکومت و یک دولت شرایطش چگونه است. چون پول نداره به پیمانکار بده، نفت خام مجانی به کارخانجات که قیر میسازن میدهد، به شرط اینکه این کارخانجات سهم خود را وردارن و قیر مجانی بدهند به دولت. دولت آن بدهکاری که به پیمانکارها داره با قیر با آنها پرداخت کند. در میان این ماجرای عجیب و غریبی که براتون شرح دادم، ناگهان اعلام می شود 500,000 تن قیر به باد رفته است. معلوم نیست 500,000 تن قیر کجا رفته است، به چه مصرفی رسیده است، چگونه به پول نزدیک شده است. آن وقت چنین مملکتی به واقع می تواند صاحب نیروگاه اتمی شود، می تواند صاحب قرارگاه های اتمی شود. آیا با سرنوشت یک ملت ساده تر از این و خطرناک تر از این می توان بازی کرد؟ مملکتی که حساب غیر خیابان را، غیری که جای آسفالت می ریزن، زیر آسفالت می ریزن و مصارف ساختمانی دارد ندارد، حساب های ارزی بماند، فروش نفت بماند، نمی تواند و نمی داند که 500,000 تن غیر چگونه گم شده است، می تواند یک سایت اتمی را به سلامت اداره کند. کما اینکه همین دیروز پریروز اعلام شد که سوختای اتمی راکتور بوشهر را بیرون آوردند و هیچ کس هم پاسخگو نیست که این سوختای اتمی را برای چی، برای راکتوری که این همه سال در مورد آنجا را جنجال میکردید و این همه از کیسه ملت به روسیه بخشیدید تا این نیروگاه توانست اندکی، نه به طور رسمی، اندکی در خط سیر تولید برق قرار بگیرد، پس چرا دوباره این توپاله های اتمی را و یا آن نیره های اتمی را خارج کرده؟ این چنین است وضع آن مملکت، آن دولت و آن ملت به بند گرفتار آمده و این سیاست های خارجی که در مورد هر زمینه حرف میزنند جز سرنوشت مردم ایران، در هر زمینه اظهار نظر میکنند جز همان چیزی که در حقوق بشری که خودشان درست کرده اند و به امضای همه دولت ها رسانده اند، یعنی حقوق بشر انسان ایرانی. آیا انسان ایرانی از رده بشریت خارج شده است زیر حکومت اسلامی؟ تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم.